تبعات احتمال تعیین سپاه پاسداران ایران و اخوان المسلمین مصر به عنوان سازمان های تروریستی توسط دولت ترامپ و تاثیر شدت عمل کاخ سفید بر وضعیت ایرانی آمریکایی های زندانی در ایران موضوع سه مقاله در والستری جورنال، واشنگتن پست و واشنگتن اگزمنر است. فلیشیا شوارز و جی سالامون در مقاله‌ای در وال استریت جورنال با عنوان ایالات متحده زدن برچسب تروریستی به سپاه پاسداران و اخوان المسلمین را سبک و سنگین می‌کند، می‌نویسد دولت ترامپ در حال بررسی فرمان‌های اجرایی است که سپاه پاسداران و اخوان المسلمین را در کنار القاعده و داعش و دهها سازمان شبه نظامی دیگر در فهرست وزارت خارجه آمریکا از سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. سپاه مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و حدود 50 درصد اقتصاد ایران از جمله در بخش نفت و گاز و مخابرات را در دست دارد. کرن دیانگ در مقاله در واشنگتن پست با عنوان مقام های دفاعی و اطلاعاتی از کاخ سفید میخواهند در تعیین سپاه پاسداران انقلاب ایران به عنوان تروریست جانب احتیاط را رعایت کند می نویسد مقام های ارشد طی چند روز گذشته ابراز نگرانی کردند که تعیین سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی می نیروهای آمریکایی در عراق و جنگ با داعش را به خطر بیندازد نیروهای آمریکایی در جنگ با داعش در عراق به طور مستقیم با شبه نظامیان شیعه سازماندهی شده توسط نیروی قدس سپاه در ارتباط هستند. بسیاری از این گروه های شیعه در زمان اشغال عراق مرتب به نیروهای آمریکایی حمله میکردند. معرفی سپاه به عنوان سازمانی تروریستی به موقعیت دولت روحانی در برابر تندروها در ایران لطمه میزند این نخستین بار خواهد بود که قانون سازمانهای تروریستی خارجی در مورد یک نهاد رسمی دولتی چون سپاه به کار گرفته می شود. قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی امکان ممنوعیت سفر و ممانعت از دسترسی به سیستم مالی بینالمللی را فراهم می کند. سوزان کرپتری در مقاله در واشنگتن اگزمینر با عنوان موضع سخت ترامپ ممکن است باعث سرگردانی گروگان ها شود می دولت اوباما در هفته های پایانی امیدوار بود بتواند در آخرین توافق با ایران پنج گروگان آمریکایی باقی مانده در ایران را آزاد کند اما با فرمان مهاجرتی پرزیدنت ترامپ و تحریم های جدید امیدها کمرنگ رنگ می شود سناتورهای دموکرات می گویند این روند ممکن است مانع بازگشت آمریکایی ها یا دارندگان گرین کارت که در ایران نگه داشته شده بشود سیامک نمازی تاجر ایرانی آمریکایی و پدرش باقر نمازی کامران قادری شهروند دو طابعیتی ایرانی آمریکایی، علیرضا امیدوار تاجر ایرانی آمریکایی و یک شهروند لبنانی با اجازه اقامت دائم در آمریکا در حال حاضر در ایران در زندان هستند. رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI هم حدود ده سال است که ناپدید شده است.